فاز تازه‌ای از یک ابر پروژه، جانشینی مشتبه خامنه‌ای، در روزی که برای اولین بار به جای صدای پدر صدای پسر شنیده شد. با اعلام تعطیلی کلاس درس خارج آیت الله سفارشی، حرکتی اعتراضی، زلزله پسا انتخاباتی یا بالا گرفتن دعوای مافیاهای قدرت در نظام، آیا مشتبه خامنه‌ای با اختیارات بیشتر آماده رهبری جمهوری اسلامی می شود؟ که دارم این کلمات خدمت شما دوستان عرض می کنم، پدر بزرگوار بنده هم از این مطلب خبر ندارد. ممکن است که این مطلب همیشگی باشه و ممکن است که موقت باشه. فعلا بر بنده این مطلب مجهول هست. هم همه ای که انتشار اولین صدا از سیاسی ترین فرزند خامنه ای به پا کرد با محتوای جنجالی، وقتی مشتبه خامنه ای خبر داد کلاس درس خارج فقهش را تعطیل می کند. کمتر از 2 ماه بعد از آن که خبرگزاری حوزه از آغاز ثبت نام کلاس های او خبر داده بود و نوشته بود اساتید فراوانی از خرمن پرفیض مشتبه خامنه ای بهره بردند و حالا گویا او تصمیم گرفته که دیگر بهره نبرند. به نظر تأکید او بر بی اطلاعی خامنه ای از تصمیمش، تلاش برای دور نگه داشتن رهبر نظام از حاشیه‌های این تصمیم و البته پاک کردن ردپای پدر در پروژه جانشینی پسر است. ساعاتی پس از انتشار این خبر جنجالی، خبرگزاری تصمیم وابسته به سپاه پاسداران در یادداشتی از یک عضو مجلس خبرگان خبر داد دلیل تعطیلی کلاس‌های مشتبه خامنه‌ای تبعیت او از سیره علمای سلف است که وقتی کلاس خود را پر رونق می‌دیدند برای تربیت نفس خود کلاس را تعطیل می‌کردند. نویسنده گفته 1600 نفر در کلاس‌های مشتبه خامنه‌ای ثبت نام کردند و برخی علما از او خواستند کلاس‌هایش را دوباره برقرار کند. این سخنان سعید صلح میرزایی است، عضو 45 ساله مجلس خبرگان، که انتخابش برای انتشار این یادداشت بی دلیل نیست. 9 سال پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل کتابی با عنوان فلسطین را به حضار نشان داد که در آن دیدگاه‌های خامنه‌ای درباره محو و نابودی اسرائیل مطرح شده بود. نویسنده آن کتاب سعید صلح میرزایی است که کلاس‌هایی در تشریح ابعاد شخصیت خامنه‌ای برگزار می‌کند. به نظر می‌رسد انتخاب او برای توجیه تعطیلی کلاس مشتبه خامنه‌ای حاوی این پیام است که خبری از اختلاف پدر و پسر نیست و این اقدام حرکتی اعتراضی نبود. با این حال برخی تحلیلگران اعلام عمومی تعطیلی کلاس مشتبه خامنه‌ای را زلزله پسا انتخاباتی ارزیابی کردند، با این فرض که مشتبه حامی سعید جلیلی بوده و شکست نامزد محبوبش دست او را بسته. پیشتر علی اکبر رائفی پور سخنران حکومتی فاش کرده بود در جدال طرفداران قالیباف با هواداران رئیسی و جلیلی در انتخابات مجلس، طرفین بر سر پروژه جانشینی درگیر بودند. خب هست پیامشون الان که آقا شما چرا دارید توی بازی رهبری اینا وارد میشید؟ که آقا یه نفر تو دفتر رئیس جمهور نشسته، مسئول سابق امنیتی، و اونجا میخوان اینا کیو رهبر کنن کی رهبر نشه. مرگ رئیسی در نتیجه سقوط هلیکوپتر او را از کورس رقابت برای رهبری آینده نظام به طور کامل پیاده کرد. با این حال به رغم شکست قالیباف و جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری، به نظر نمی‌رسد تغییری در پروژه جانشینی به وجود آمده باشد. پزشکیان بارها تاکید کرده ذوب در ولایت است. او فرمانبردار است و فرقی نمی‌کند مطیع پدر باشد یا پسر. 2 سال پیش امام جمعه بهارستان برای اولین بار از تریبونی رسمی از جانشینی مشتبه خامنه‌ای دفاع کرد. قانون شرایط رهبری فرزند رهبر سابق بودن نیست. نگفته که رهبر بعدی و لاحق حتما باید فرزند رهبری باشه. اما آیا منعی داره که همچی اتفاقی افتاد؟ منعی در قانون هست؟ اصلا و ابدا. ساعتی پس از انتشار ویدیو سخنان مشتبه خامنه‌ای، عبدالرضا داوری، مشاور پیشین احمدی نژاد، در چند نوشته پیاپی در شبکه اجتماعی ایکس از جانشینی مشتبه حمایت کرد، با این استدلال که اولا اون نوگرا و تحول خواست و دیگر اینکه در ناکامی‌های 45 ساله جمهوری اسلامی نقشی نداشته. سخنانی که به مزاح شبیه است. وقتی دستکم از سال 84 فاش شد، دومین پسر خامنه‌ای با تشکیل یک باند امنیتی و اقتصادی با فرماندهان سپاه و در هماهنگی با پدرش، بخش مهمی از مسئولیت مهندسی انتخابات‌ها در ایران را بر عهده گرفته. سال 88 جمعیت معترض به تقلب در انتخابات در خیابان‌ها علیه او شعار داد.
اتفاقا نشانی از تحولگرایی در مجتبی خامنه‌ای دیده نمی‌شود. بر اساس اسناد درس کرده در ویکی‌لیکس، اون مدافع سرسخت خرج پول ایران برای نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی است و از قضا با احمدی نژاد هم به همین دلیل اختلاف داشت. کارگزاران ابرپروژه جانشینی مجتبی خامنه‌ای پیشتر تلاش کرده بودند با اقداماتی نظیر انتشار عکس کفش‌هایش تصویری ساده‌زیست از او ترسیم کنند. گذر زمان خیلی زود مشخص کرد کمتر کسی فریفته این بازی شد. حالا آنهایی که در شبکه‌های اجتماعی برای مجتبی خامنه‌ای صفحات طرفداری را انداختند و او را آیت الله عظما می‌خوانند، از آمادگی او برای جانشینی می‌گویند. با توجه به محدودیت اطلاعات نمی‌توان به طور قطع گفت که هدف از رونمایی اخیر از مجتبی خامنه‌ای چیست، اما مسلم است که جمهوری اسلامی در وضعیت شکننده‌ای قرار گرفته. با تأخیر امنیتی در نتیجه عملیات‌های متعدد اسرائیل در خاک ایران و بحران‌های اقتصادی پیشرو، با روی کار آمدن مهره گوش به فرمانی مثل پزشکیان، به نظر می‌رسد مجتبی خامنه‌ای کلاس درس روزانه و وقتگیرش را تعطیل کرده تا وقت کافی برای اداره نظام داشته باشد. تمرین برای رهبری جمهوری اسلامی، ابرپروژه تمام عمر 46 ساله جمهوری اسلامی که خیلی‌ها قربانی‌اش شدند، از احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی و ابراهیم رئیسی که همگی به طرز مشکوکی مردند، تا جمهوری اسلامی برای علی خامنه‌ای بماند و حالا فرزندش مجتبی پور محسن، لندن.